حالی شما خوبه؟ فیلم رو میکنم این پاکس کرده؟ آره من دسته اشتا میکنم ایچ که عوضی شما دسته به خطور اینجا اینجا ساعت چهار شروع میشد و خیلی خوب شروع شد خیلی خوب شروع شد خیلی خوب بسیار خوب خوش اومدید خیلی ممنون میتونید یه کلمه به ما بگید لطفاً در مورد فستیوال و شما که عضو جوری هستید چطوری؟ بله خب خیلی خوشحالم از این بابت به دلیل اینکه واقعا یه فستیوالی که در مفهوم فستیوال واقعا خیلی فستیواله، یعنی در به هدف دیدارهای سینمایی تشکیل شده و فیلمایی رو توش نشون داده میشه که هنرپیشه‌ها شناخته بشن و استعدادها کشف بشن و بتونن تهیه کننده پیدا کنن و واقعا به هدفش هدف سینماییه و برای من خیلی افتخاره که اینجا بتونم باشم و در این لحظه تاریخی شرکت کنم. ببخشید من یه سوال دارم. آقا از من یه فرانسوی از من پرسید چقدر خانم حتمی به آقای ژاکوب بوسید؟ به من یه میل فرستاده میخواد جواب به دیدگر میشه چقدر چون یه فرانسوی که عجیب بود چطور نمیدونم والا یعنی گیش شدی نمیدونم من سعی میکنم که همیشه ضوابط رو بهش احترام بذارم و به آدم ها احترام بذارم و این خارج از تصمیممه به شکل غیر ارادی این احترام رو نسبت به همه جا و همه کس دارم به ایشون میگم خانم هاتون سلام سلام به قول این خانم هم بهشون من برمه هفتم بله من یه منتظر چنین برنامه نبودم خیلی خوش لاغلی خوبه به خودم میرسیدم با خودم بلدی چی بله مرسی والا خدمتتون عرض کنم که خب واقعا خیلی خوشحالم از اینکه اینجا باز مجبورم تکرار کنم حرفی که قبلا زدم به خاطر که به یه فستیوالی که از نظر من تمام معیارهای یک فستیوال واقعی رو داره به هدف در واقع ترفیع اهداف سینمایی چه از نظر صنعتی چه از نظر هنری و به غیر از اون از نظر احساسی که بهش نگاه میکنم خیلی برای من خب خیلی بار احساسی قوی داره که در واقع در یک لحظه تاریخی در سینما شرکت میکنم که البته که تاریخ سینما رو فستیوال ها و جوایز و منتقدان نمیسازن ولی بخشیش رو چرا و خب این یه چیز جالبیه دیگه بلای آتنی این داوری رو برای خودش میدونی و برای سینما ایران هم میدونی والا این در واقع به محض اینکه آدم مشهور میشه دیگه خودش کمی از بین میره در همه جهات به تبع اون هر چی که هست اگر که در واقع نمیخوام بگم موفقیتی هست تو کارش بخشش رو مربوط به خودش میدونه بخش دیگرش رو مربوط به کل این مجموعه میدونه که توش هست حالا نمیخوام خیلی احساساتی حرف بزنم یا بگم رفتی به کشورش داره ولی به هر حال این یک واقعیتی که نمیشه انکارش کرد و سوالتون یادم رفت دقیقه شو میخوام بدونم که لیلای حاتمی داوری رو برای خودش میدونه یا برای همه سینما ایران من در واقع بیشتر از هر چیزی سینما رو به طور کلی همه رو با هم میدونم یعنی واقعا جدا نمی کنم ایران رو از چین یا هر چیزی در واقع خیلی خوشحالم که دارم در یک بخش سینمایی فعالیت میکنم قبل از اینکه بخوام به جنسیتم فکر کنم یا به کشورم فکر کنم بیشتر از اون به خود سینما فکر میکنم و
خب این خیلی جالبه که در واقع یه فستیوالیه که از فرهنگ‌های خیلی مختلف به خصوص امسال انتخاب شده. خب منم به شکل طبیعی به خاطر اینکه به هر حال اونقدر نمیتونیم بگیم که به غیر از آدم های خیلی اساتید سینماییمون که توی دنیا حضور داشتن، اونقدر ما خیلی حضور فعالی توی یعنی یه چیز خیلی 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 طبیعی شاید واسه ما نیست که مثلا مثل کشورهای دیگه. بنابراین خیلی طبیعیه که اگه من میام ناخودآگاه بار یه کشور رو یه خورده با خودم بیارم و این مسئولیت رو و این انتظار رو توقع رو. ولی هم به سینماگر میبینیم شما رو نمانده خودشون میگم، یعنی میگم این خیلی طبیعیه. شاید مثلا یه فردی که مثلا الان خانم جین کمپیون که از کشور اومده تمام کشورش چشمش بهش نیست، ولی من به شکل طبیعی این بار رو دارم که البته بار دلپذیری است ولی سنگینه. تو جلسات داوری راجع به سینما رو نشوبت راجع به سینما به طور کلی صحبت کنیم و اینکه خب همه از جاهای مختلفیم خیلی دید وسیع‌تر و واضح‌تری رو به داورا میده. چه نگاهی دارن نسبت به سینما ایران صحبت کردن؟ والا نه بحث این چیزا نکنید، خیلی عذر میخوام تلفنم خاموش کنم. ولی خب سینما ایران که سینمای بسیار قوی و شناخته شده در دنیا و مسلما خود شما بهتر از من میدونید دیده همه چی نسبت بهش. خیلی عالی. بعد از این داور چی کار میخواییم کنیم؟ چی نگاه افقی داره خودش؟ والا برگردم دوباره به کارم برسم. موفق باشید. مرسی، خیلی ممنون. خواهد همین صحبتی داشته باشیم. خیلی ممنونم. خیلی خوشحال شدم. اینجا پذیرم یه رو من بخواهم کنم. نه بگو آقای بگو بیاره. Okay.